Israel. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت می کنم، توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم، از حدود الهی خارج نشوی. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر، با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره